بخش هفتم از خوانش رمان چراغ‌ها را من خاموش می کنم. جمعه ها برخلاف روزهای دیگر صبحانه مفصل می خوردیم. رادیو روشن بود. تخم مرغ‌ها را توی ماهیتابه شکستم و به آرتوش که کره و پنیر از یخچال در می آورد گفتم من میز میچینم، تو برو آرمان را بیدار کن، به سینما برسند. از دم در آشپزخانه آرمان گفت بنده بیدارم، دخترهای تنبلتان را بیدار کنید، در ضمن صبح بخیر. موهایش خیس بود و صورتش گل انداخته بود. آرتوش به من نگاه کرد و ابرو بالا داد. هر دو زل زدیم به پسرمان. آرمان نشست پشت میز. چه خبر شده؟ آدم حمام رفته ندیدید؟ آرتوش کفکیر زد زیر نیم رو. آدم حمام رفته زیاد میبینیم. آرمن حمام رفته معمولا کم میبینیم. نیم رو را گذاشت توی بشقاب آرمن و دوتایی خندیدیم. از 10 سالگی آرمن به بعد حمام فرستادن پسرم یکی از سخت‌ترین وظایفم بود. آرمان داشت گر می زد، نیم روی شل دوست ندارد که آرسینه و آرمینه دویدند تو. با سارافون‌های چارخانه قرمز سرمه‌ای و بلوزهای سفید. هر دو گفتند نیم رو نمی خورند و هر دو کره مربا و شیر کاکائوی سرد خواستند. فروزنده اربابی از رادیو گفت این روزها در تهران بهار است، شکوفه و باران. آرمان بلند بلند گفت این روزها در آبادان بهار نیست و گرماست و شرجی. آرسینه گفت چی گفتی؟ آرمینه با صدای تو دماغی گفت مثل فروزنده اربابی حرف زد. آرسینه از ادا در آوردن خواهر و برادرش قشقش خندید و وسط خنده گفت نهار باشگاه میخوریم. آرمینه گفت نهار باشگاه بخوریم. جمعه ها اگر مهمان نبودیم یا مهمان نداشتیم برای نهار میرفتیم باشگاه گلستان. بچه ها چلو کباب باشگاه را دوست داشتند و من فکر میکردم چه خوب که هفته یک بار همه سر نهار دور هم باشیم. آرتوش شکر ریخت توی فنجان چای و هم زد. به یک شرط. آرمینه تند لقمه‌اش را قورت داد. چه شرطی؟ همه کارهای مدرسه رو کردیم. تمرین پیانو هم کردیم. اتاقمونم جمع و جون کردیم. و مثل همیشه تایید خواهرش را خواست. نه آرسینه؟ آرمان قسمت شل و سفت نیمرو را سوا می کرد. جم و جون نه، جم و جور، خنگ. نگاهش افتاد به من و بقیه حرفش را خورد. دوگلوها حواسشان به آرتوش بود. بگو، بگو چه شرطی؟ آرتوش چای هم می زد. آرمینه گفت، قبول. آرسینه گفت، هر شرطی قبول. بعد دوتایی گفتند، بگو، بگو، بگو. حالا من و آرمان هم با دوگلوها منتظر به آرتوش نگاه می کردیم که بی عجله قاشق را از توی فنجان درآورد، با تومنینه گذاشت توی نلبکی. از پنجره به بیرون خیره شد. به من نگاه کرد. بعد به آرمان. بعد به دوگلوها. تا بالاخره گفت به شرطی که دخترای خوشگلم یکی یه ماچ گنده بدم به پدر. آرمین و آرسینه زدند زیر خنده و از جا پریدند. آرمان شکلک در آورد و گفت یه 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 چلوس. خندیدم و شروع کردم به جمع کردن میز صبحانه. آرسینه از روی زانوی آرتوش گفت کاش بعد از سینما امیلی هم با ما می اومد باشگاه. آرمینه از روی زانوی دیگر گفت وای باید بریم دنبالش و از بغل آرتوش پایین پرید. آرمان صندلیش را پس داد. من میروم دنبالش. آرتوش از بالای موهای فرفری آرسینه به من نگاه کرد.
آرمن رسیده بود به راه رو که دوقلوها پشت سرش داد زدند صبر کن و از آشپزخانه زدند بیرون. آرتوش به در آشپزخانه نگاه کرد و گفت پسرمون خیلی مبادی آداب شده. بعد از جا بلند شد. بچه ها رو از سینما برداشتم میاییم دنبال تو. تلفن کن مادر و آلیس هم بیان. تعجب کردم. آرتوش خوب می دانست مادر و آلیس احتیاج به دعوت ندارند و حتما می آیند. من هم خوب می دانستم آرتوش علاقه چندانی به آمدن هیچ کدام ندارد. پس دلیل این لطف و محبت چی بود؟ از راه رو که داد زد بچه ها رو گذاشتم سینما سری به شاهنده می زنم. با خودم گفتم آها پس بگو. صدا زدم صبر کن. دنبالش دویدم. وسط راهباری که ایستاد و منتظر ماند تا برسم. با ریش بزی ور می رفت و ریز ریز می خندید. پس حدسم درست بود. داشت باج می داد. روبرویش ایستادم. مگه گل ندادی نری سراغ شاهنده؟ مویم را که ریخته بود روی پیشانی پس زد. صد بار گفتم حرفایی که شنیدی درست نیست. شاهنده بند خدا سیاست بازیش کجا بود؟ حالا گیرم گاهی یکی دو نفر میان مغازه و گپ میزنیم. با انگشت زد به نوک دماغم. نگران نباش، فقط شربت گلاب و تخم شربتی میخورم. برمیگردم. برای تو هم شربت بیارم. و خندید. شاهنده به هر کسی که به مغازش می رفت اگر هوا خیلی گرم بود شربت گلاب و تخم شربتی تعارف می کرد و اگر هوا گرم نبود چای با لیمو عمانی. فقط یک بار شربت گلاب خورده بودم و از مزهش هیچ خوشم نیامده بود. با هم رفتیم طرف در فلزی و آرتوش گفت شاید هم قصه بامزی از شکار گفت. برگشتم خونه تعریف میکنم. گفتم نیست خیلی هم قصه تعریف کردم بلدی. ماجراهایی که شاهنده از شکارهایش تعریف میکرد حتی در بازگویی سرسری و بیهیجان آرتوش هم جالب بود. کمک کردم در گاراژ را باز کند و گفتم واقعا مغازه شاهنده خبری نیست؟ پس چرا بعد از سال نو تا نزدیک عید پاک تعطیل بود؟ عطرفروش بغلی گفت از تهران آمدن دنبالش. آفتاب افتاد روی شورلت زرشکی که 20 سالی از عمرش می‌گذشت و یکی از موضوعهای مورد علاقه آلیس بود برای مسخره کردن آرتوش. در ماشین را باز کرد. عطرفروش مزخرف گفته شاهنده هم مثل من در جوانی یه کارایی کرده حالا پشم و پیلی هر دومون ریخته. سوار شد و گفت فقط حرف میزنی مطمئن باش. ماشین بعد از چند بار استارت زدن بالاخره روشن شد و آرتوش داشت دند عقب از گاراژ بیرون می آمد که بچه ها سر رسیدند. امیلی موها را با تل قرمز از پیشانی پس زده بود. حالا که مو توی صورتش نریخته بود، چشمها درشت‌تر به نظر می آمد و لبها و گونه ها برجسته تر. باز از ذهنم گذشت انگار ماتیک زده. آرسینه و آرمینه بغض کرده بودند. مادر بزرگ امیلی اجازه نداد امیلی نهار بیاد باشگاه. مادر بزرگ گفت غذای بیرون برای امیلی خوب نیست. دو دستم را گرفتند و تکان دادند. تو برو اجازه بگیر. لطفاً برو. خواهش میکنیم. آرمن چند قدم آن طرفتر با نوک پا سنگریزه ای را عقب جلو میکرد. امیلی سرش پایین بود. آرتوش از توی ماشین صدا زد. بجنبید. دیر شد. دست گذاشتم پشت دوقلوها و بردمشان طرف ماشین. باشد، شاید رفتم اجازهش را گرفتم. آرسینه و آرمینه نشستن صندلی عقب. آرمن در را نگه داشت تا امیلی سوار شد. بعد در را بست و رفت صندلی جلو کنار پدرش نشست.
آرتوش راه افتاد و دست تکان داد. دو گلوها شیشه را پایین دادند و داد زدند. اجازه امیلی، خواهش میکنیم. سر تکان دادم که باشد و دست تکان دادم که خداحافظ. ایستادم تا شورلت رسید ته خیابان و پیچید طرف سینما تاج. باد گرمی آمد و درخت های بیار دو طرف خیابان تکان بیحالی خوردند. آقای رحیمی، همسایه‌ای که گاراژ‌های دیوار به دیوار داشتیم، با ماشینش بر می‌رفت. پسر 5 سالش شلوار پدرش را می‌کشید و گریه می‌کرد. بریم استلخ، بریم استلخ. آقای رحیمی سلام احوال پرسی کرد و خندید. بابا جان، استلخ هنوز باز نشده که. پسرک پاکت کول اید به دست نق می زد. دور دهانش نارنجی بود. در آبادان بزرگترها با گرد کول اید لیمویی یا پرتغالی و طعمهای دیگر شربت درست می کردند. ولی بچه ها عاشق این بودند که خود گرد را خالی خالی بخورند. زبان نشانه هم بدهند و بپرسند نارنجی شده، قرمز شده، بنفش شده؟ از آقای رحیمی حال خانم رحیمی را پرسیدم که برای خرید عروسی برادرزادهش رفته بود تهران. بعد خداحافظی کردم. در فلزی حیاط را باز کردم، بستم و از راه باریکه وسط دو تک چمن گذشتم. به گلهای شبدر توی چمنها نگاه کردم. یاد حرف آرمینه افتادم. این اسمارتیزای بنفش، نه آرسینه؟ هر دو عاشق شکلات‌های گرد و رنگارنگ اسمارتیز بودند. شاخه‌های درخت بید خم بود روی تاب فلزی و بوته گل سرخ گنچه‌های تازه داده بود. وارد خانه شدم و در را پشت سر قفل کردم. در آبادان کسی وسط روز در خانه‌اش را قفل نمی‌کرد. من هم فقط وقتهایی کلید را توی قفل میچرخاندم که میخواستم مطمئن باشم تنها هستم. ور بهانه‌گیر ذهنم بارها پرسیده بود در قفل کردن چه ربطی به تنها بودن دارد؟ هر بار جواب داده بودم نمیدانم. تکیه دادم به در و چشمها را بستم. بعد از گرما و نور بیرون و سر و صدای بچه ها، خونکی و سکوت و سایه روشن خانه دلچسب بود. فقط هوم یک نواخت کولرها می آمد و بوی اتکلون آرتوش که هنوز توی راه رو بود. هوس قهوه کردم. به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کردم. چیزی به 10 نمانده بود. تا نیم ساعت دیگر حتما مادر و آلیس پیدایشان می شد. فکر کردم صبر می کنم با هم قهوه بخوریم. پاکت سیگار را از یخچال درآوردم. نمی دانم از کی شنیده بودم سیگار توی یخچال دیر خشک می شود. زیاد سیگار نمی کشیدم. فقط گاهی که خانه خلوت بود دوست داشتم بنشینم توی راحتی چرم سبز. سر تکیه بدهم به پشتی سیگار بکشم و فکر کنم. در این لحظه های نادر تنهایی سعی می کردم به مسائل روزمره مثل شام شب و درس نخواندن آرمن و خونسردی و فراموشکاری آرتوش فکر نکنم. به چیزهایی فکر می کردم که کم فرصت می شد یادشان بیافتم، مثل خانه من در تهران که حیات کوچکی داشت و اتاقهای بزرگ و راهروی درازی که وسط روز هم تاریک بود. به پدرم فکر می کردم که ظهرها که به خانه می آمد دست رو می شست، پشت میز می نشست و هرچه مادر آن روز پخته بود با اشتها می خورد و با حوصله به مادر گوش می کرد که ماجراهای روز را با ریزترین جزئیات تعریف می کرد. از کمرنگ بودن هندوانه‌ای که آن روز خریده بود تا گران شدن لوبیا چیتی و دعواهای من و آلیس که حتما جزو اتفاقهای هر روز بود. پدر زیر لب چیزهایی می گفت که ما درست نمی شنیدیم. اگر هم می شنیدیم یادمان نمی ماند.
بعد از پشت میز بلند می شد. از مادر برای نهار تشکر می کرد. از راه روی تاریک می گذشت و به اتاقش می رفت که ته راه رو بود. اتاق کوچکی با پرده های مخمل قهوه‌ای. پرده های مخمل قهوه‌ای همیشه کشیده بود و اتاق پر بود از چیزهایی که مادر مدام گر می زد. این آشکالا رو چرا نگه داشتی؟ بعد از 40 مرگ پدر با مادر و آلیس که وارد اتاق پدر شدیم، مادر گریه کرد و گفت خدا می داند این آشکالها را چرا نگه داشت. توی قفسه های تاب سقف کتاب بود و بریده های روزنامه و مجله و جدول های نصف نیمه حل شده. نامه هایی بود که نه من، نه مادر و نه آلیس نویسنده هایشان را نمی شناختیم. عکس های دست جمعی بود از جوانی های پدر با دوستانش، دوستایی که هیچ وقت ندیده بودیم. آلیس بغض کرده بود و مادر گریه می کرد. این همه سال، این همه آشکال رو چرا نگه داشت؟ کتاب ها را باز کردم و بستم. ساعت مچی هایی را که کار نمی کردند زیر رو کردم. یادم آمد که مادر همیشه از بدگلی پدر شاکی بود. توی جعبه کفشی کهنه به تیک های ریش تراشی زنگ زده نگاه کردم و توی گنجه چوبی به شیشه های خالی اودوکلون های جور و جور. پدر از وقتی که یادم بود ریش انبوهی داشت و هیچ وقت بوی اودوکلون نمی داد. در اتاق کوچک ته راه رو آلیس چیزی که ارزش نگه داشتن داشته باشد پیدا نکرد. کتاب ها رو من برداشتم و مادر اشکهایش را خشک کرد. پرده های مخمل قهوه‌ای را پس زد و هر چه دم دستش رسید ریخت دور. اتاق کوچک ته راه رو که خالی شد، مادر انگار وظیفه اصلیش را انجام داده باشد، با خیال راحت به سوگ پدر نشست و جمله اگه پدر خدا بیامرزتون زنده بود شد ورد زبانش. کم کم از یادمان رفت که اگر پدر زنده بود، زندگی هیچ تغییری نمی کرد. پدر کتاب می خواند و جدول حل می کرد و غذاهای چرب می خورد و در هیچ مورد اظهار نظر نمی کرد و اگر هم می کرد، ما نمی شنیدیم یا می شنیدیم و یادمان نمی ماند و به زندگی خودمان ادامه می دادیم. من همراه آرتوش به آبادان می آمدم و بچه هایم را بزرگ می کردم. آلیس چند سالی می رفت انگلستان. در باطن به این امید که شوهر انگلیسی پیدا کند و در ظاهر رشته پرستاری بخواند. مادر روزی دوبار کف آشپزخانه را می شست و پشت سر زنهایی که خربزه و هندوانه را نشسته می گذارند توی یخچال بد می گفت. و هر روز دلیلی برای نگران شدن پیدا می کرد. سر تکیه داده به پشتی راحتی سبز یاد سیمونیان ها افتادم. دست های ظریف پسر، کفش های منجاق دوزی مادر و امیلی که هنوز یک کلمه با من حرف نزده بود. فکر کردم مادر امیلی چه جور زنی بوده؟ مادر گفته بود دیوانه شد و سر از نماگرد در آورد. فکر کردم تابستانی که رفتیم نماگرد چند ساله بودم، 8 ساله، 11 ساله، همسن حالای دوقلوها شاید. گژه در فلزی حیات را شنیدم، سرک کشیدم و از پنجره مادر و آلیس را دیدم که می آمدند. خواهرم با لباس زرد گشاد، وسط درخت ها و شمشاد ها، و زیر نور تند خورشید شبیه گل آفتابگردان بزرگی بود و مادر لاغر و تکیده با لباس سیاه شبیه تکه چوبی خشک. آرمن می گفت خاله آلیس و نانی با هم که راه میرن عین لورل هاردی ان. خواهرم جعبه مقوایی بزرگی در دست داشت. ندیده می دانستم چیست. جمعه ها رفتن به قنادی نگرو و خریدن نان خامه تازه برای آلیس
از کلیسا رفتن روزهای یک شنبه واجب تر بود. مادر گله هایش را از گرما کرد. آلیس نفسش جا آمد. دوتایی پشت میز آشپزخانه نشستند و خواهرم گفت خوب. لازم نبود بپرسم خوب چی؟ اگر پیش می آمد بدون آلیس جایی بروم که به ندرت پیش می آمد، روز بعد باید سیر تا پیاز همه اتفاقها را تعریف می کردم و با این حال رضایت نمی داد و قیافه مشکوکی به خود می گرفت. که همه چیز رو تعریف نکردی؟ کنار اجاق و چشم به قهوه جوش که قهوه سر نرود گفتم خب باید می رفتیم، بالاخره همسایه‌اند. آلیس زد زیر خنده. یعنی اینقدر بد گذشت؟ حتما پروفسور کلی گر زد. مادر هم خندید. قهوه ریختم، گذاشتم روی میز و نشستم. خواهرم نخ دور جعبه مقوایی را باز کرد و درش را برداشت. نیم ساعت منتظر ماندم تا حاضر شد. تازه است. هرچه آقای موسوی اصرار کرد به جای شیرنی تر بخرم زیر بار نرفتم. گفتم سه خروار گلاب ریختی توی شیرنی تر. نگفتم عوضش نوخامیات محشرند. پر رو می شد. دو انگشتی نانخامه ای برداشت، گاز زد، چشم ها را بست و گفت یعنی خوشمزه است. بعد جعبه را سراند طرف من و مادر و با دهان پر گفت یعنی بخورید. مادر یکی برداشت و من سر تکان دادم. الان با بچه ها صبحونه خوردم. مادر گفت بچه ها نیستن ها؟ قرار بود برن سینما. آرتوش کجاست؟ ها رفته بچه ها رو برسونه، بر میگرده؟ نه حتما باز رفته سراغ شاهنده. بعد از این سوال جواب تک نفره نانخامه ای را گاز زد، جوید، گورت داد و گفت صد بار گفتم نباید بره سراغ انگیس بریده. شاهنده موهای بلند و سفیدش را دم اسبی می کرد. لوازم شکار فروختن بهانه است. شاهنده نزدیک بازار کویتی ها لوازم شکار فروشی داشت. کدام کاسبی جمعه با مغازه باز می کند؟ غیر از جمعه ها که مغازه شاهنده حتما باز بود، فقط یکی دو روز در هفته به قول خودش کرکره را بالا می زد. با هیکل گولتشن و سیبیل چخماخی، خجالت نمی کشه این جوون ها لباس می پوشه. شاهنده پیراهن های گشاد یقه انگلیسی می پوشید با رنگ های تند. جواب مادر را که ندادم ادامه داد. از من گفتن کم از دست خدا بیامرز و سیاست بازیاش کشیدم. حالا هم دامادم. از آب خلاص شدیم، دوچار سیلاب شدیم. تا جایی که یادم بود سیاست بازی پدرم از چند بار رفتم به انجمن ایران و شوروی، آن هم به اصرار آرتوش، و شنیدن برنامه های رادیو ارمنستان تجاوز نکرده بود. آلیس قهوه را چشید و صورتش رفت توی هم.